بنام خدا، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. غلامرضا شهرابی هستم، در خدمت شما هستم با آموزش ایمنی سایبر امدایمان. ابتدا هم می‌خوایم بررسی بکنیم ویژگی کاربردی این محصول رو. امدایمان سرور ایمیلی هستش که علاوه بر اینکه قابلیت‌های ایمیل رو در اختیار ما قرار میده، قابلیت کلابریشن یا شراکت و کار در تحت شبکه رو در اختیار ما قرار میده. ما استفاده از اون میتونیم کار نظیر نقل و انتقال فایل رو هم انجام بدیم. ضمن اینکه یکی از بهترین استفاده از منابع رو داره، کمترین منابع رو در مقایسه با ایمیل سرور شبیه خودش یعنی اکسچنج سرور میاد و استفاده میکنه، با 1 گیگ کار میکنه و کمتر از 1 هارد میتونه کار بکنه. ابزار مهاجرت خوبی داره به عنوان اکتیو سینک، از اسپم ها رو میتونه آشکار بکنه. در دو طرف کاربر و سرور رمزنگاری داره که امنیت رو بالا میبره. از راه دور میتونیم مدیریتش بکنیم، بس ریموت ادمنستریشن رو داریم، از طریق دستگاه موبایل میتونیم اون رو مدیریت بکنیم، زمینه که پشتیبانگیری بسیار آسانی داریم. و سیستم پیام فوری در اختیار ما قرار میده، بس اینستنت مسیجینگ رو داریم که قابلیت نقل و انتقال فایل رو هم در اون بخش به ما ارائه میده. اما یه سری از بنفیت های فواید اصلی این نرم افزار در اختیار ما قرار میده، مثل اینکه شرکتش در 20 سال گذشته فعال بوده و در 90 کشور دنیا این نرم افزار نصب شده. خب قاعدتا با زبان های مختلف سازگاری بسیار خوبی داره. گفتیم که انعطاف پذیری بالایی داره، یعنی هم قابلیت ایمیلینگ رو داره، هم میتونیم بحث کار با موبایل رو داشته باشیم، هم بحث شراکت رو داشته باشیم. بحث امنیت چند لایه رو داریم، گفتیم که هم در سمت سرور هم در سمت کلاینت این کار رو انجام میده. و مدیریت آسان داریم، چه زمانی که ما بخوایم از اپلیکیشنش استفاده کنیم برای مدیریت، چه قابلیت مدیریت از طریق وب بسیار سرراست و راحت طراحی شده. سرویس های مختلف رو میاد پشتیبانی میکنه، اهم از پروتکل آیمپ، پروتکل پاپ و پروتکل نرم افزار اکتیو سینکی که برای ما اومده پیش بینی کرده. به راحتی با نرم افزارهای مثل اکتیو دایرکتوری، LDAP و مینگر مجتمع میشه و میتونه دیتا های اونا رو وارد نرم افزار بکنه تا بتونیم با استفاده از اون ایمیل های خودمون رو بسازیم. موتور لیست ایمیلش بسیار قویه، مسیریابی هوشمند داره و میتونیم کارها رو بر اساس هر کاربری مدیریت بکنیم، ضمن اینکه خودکارسازی پشتیبانگیری رو هم داره. علاوه بر اون در بخش امنیت ما از SSL پشتیبانی میکنه. علاوه بر اینکه ما میتونیم بحث ویروس رو بیاد و مدیریت بکنه، اسپم رو کنترل بکنه، رمزگاری 2 سطحه داره، با استفاده از پروتکل SMTP میتونه بیاد و احراز هویت انجام بده، کانتنت فیلتر داره، یعنی در سطح محتوا هم میتونه فیلترینگ انجام بده و همینطور بر اساس آدرس IP هم بحث شیل رو داشته باشه، میتونه حفاظت بکنه و اگه اکانتی هایجک شد، دزدیده شد، اون رو شناسایی بکنه. ضمن اینکه در بخش کلابریشن یا شراکت با استفاده از آوتلوک کانکتور میتونه نرم افزار مایکروسافت آوتلوک متصل بشه، با استفاده از بخش ورد کلاینتش که همون اینترفیس وبیش هست میتونیم کاملا بحث تسک ها رو داشته باشیم، کانتکت ها رو داشته باشیم، بحث داکیومنت ها رو داشته باشیم و نقل و انتقال فایل رو داشته باشیم. علاوه بر این میتونیم پوش ها رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم تو دسترسی متفاوت. تو بخش مسنجینگش بسیار آسان نصب میشه نرم افزارش، تو وب سرور تو کار داره، ما میتونیم از پروتکل SMTP POP3 و IMAP استفاده بکنیم و از همه پلتفرم ها هم از iOS، Android، Windows Phone و BlackBerry هم استفاده میکنه. و در بحث مدیریت بر مبنای وبش تمام قابلیت هایی که اپلیکیشن مدیریتیش در اختیار ما قرار میده هم در بحث وب میتونیم داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم و به راحتی کار خودمون رو پیش ببریم. حالا می‌خوایم بپردازیم به نصب امدایمان ایمیل سرور. ما برای اینکه می‌خوایم استفاده بکنیم از نسخه تریال، باید از وبسایت خود آلتن بیایم و موارد رو دانلود بکنیم. اما دقت داشته باشید شما نمیتونید از تریال کی استفاده بکنید. به همین منظور باید حتما از نرم‌افزار IP Changer استفاده بکنید. ما در بخش دانلود، در بخش امدایمان ایمیل سرور، روی دانلود کلیک می‌کنیم و می‌خوایم و اون نسخه آخر اون رو دانلود بکنیم و روی گزینه دانلود رو کلیک میکنیم. انگلیش 64 بیت رو کلیک میکنیم، به توجه به اینکه ما نسخهمون 64 بیتی هست و میبینید که شروع میکنه به دانلود کردن و این مدت زمان باید طی بشه تا ما بتونیم از نرم افزارمون استفاده بکنیم. پس منتظر میشیم تا دانلود تموم بشه.